به نام خدا. سلام، حالتون چطوره دوستان عزیز؟ در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر امروز با یه وبینار دیگه در خدمتون هستیم، وبینار اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر در دوران همگیری کرونا، که خب امیدوارم که وبینار خوبی باشه و بتونیم مطالب مفیدی رو خدمت شما ارائه کنیم. امروز یک مهمان گرانقدر هم داریم، یکی از کارشناسان بسیار زبده، خانم دکتر عشوری مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان و عضو تیم ناباروری جهاد دانشگاهی، که حالا به جمع ما هم خواهند پیوست. دوستان، خب قطعا خیلی از شما مخاطبین محترم مادر هستید و به اهمیت تغذیه با شیر مادر هم واقفید و میدونید که چقدر تغذیه با شیر مادر میتونه مهم باشه. میخوایم امروز از خانم دکتر عشوری مقدم این نکته رو بپرسیم که آیا واقعا از طریق شیر میتونه بیماری کووید 19 منتقل بشه یا خیر؟ خانم دکتر هم انشاءالله به جمع ما خواهند نشون استفاده میکنیم. قطعا این نکته رو هم شما باز بهش اشراف دارین که پادتنهای موجود در شیر مادر میتونن بهترین ماده در برابر ویروس کرونا و انواع عفونت ها باشن، که حالا توضیحات تخصصی رو خانم دکتر عشوری مقدم به ما خواهند داد. حالا این نکته رو هم بدونیم که اگر واقعا مادری به کووید 19 مبتلا بشه میتونه به بچه خودش شیر بده، نمیتونه، شرایط و مقررات چگونه خواهد بود، که حالا حتما در این زمینه با خانم دکتر صحبت میکنیم. خب خانم دکتر به من یه ریکوست دادن اما من نمیبینم اینجا، خانم دکتر بهشون بازخورد دادم ولی متاسفانه هم ما سلام خان دکتر. سلام. حالتون چطوره خان دکتر؟ حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ متشکرم. ما بریم در جایی باشیم که فاصله اجتماعی هم بتونیم رعایت کنیم و ماسکامون رو برداریم، در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، قربون شما. سلام. خسته نباشید. همتون بخیر باشه. انشالله که در پناه حق همگی صحیح و سلامت و شاد باشیم انشالله. به دور از کرونا. متشکرم. ازتون خیلی ممنونم. وقت عمل داشتین. میدونم خیلی سرتون شلوغه خانم دکتر. خب کسی که متخصص هست و یه فرد شاخص توی جامعه قطعاً گرفتاری هایی داره. اما ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین. خواهش می‌کنم، در خدمت عزیزان هستیم. فقط خانم دکتر من فکر کنم یه مقداری ما صدای شما رو با قطع و وصل میشنویم، حالا یا جاتون الان به تشت بکنم. منم تصویر شما رو کمی با قطع و وصل دارم، ولی خب فکر میکنم که الان بهتره. بله خب بله. بحث شیرین شیر مادر بود دیگه، درسته؟ بله. خانم دکتر ببینید، یکی از نکاتی من قبل از اینکه شما به جمع ما بپیوندید خیلی کوتاه با دوستان صحبت کردم، گفتم اصلا خیلی از مخاطبین ما جز مادران هستند و به اهمیت شیر مادر و تغذیه با شیر مادر واقفند، اما در دوران همگیری کرونا به جز اهمیت تغذیه با شیر مادر سوالات دیگری هم ممکنه برای مخاطبان پیش بیاد، که آیا مادر مبتلا به کووید 19 میتونه شیر بده؟ آیا بیماری از مادر از طریق شیردهی به کودک منتقل میشه؟ و سوالاتی از این دست. ما گوش سراپا گوش هستیم. در خدمت هستم. ببینیم یه مرور کوچولو خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه اول فواید شیر مادر رو من اشاره میکنم، هرچند همونطور که فرمودین همه واقف هستن به این قضیه، ولی بحث شیر مادر واقعا بحث دوست داشتنی هستش به خاطر اون ظرافت‌های بسیار خاصی که در خلقت خداوند در این پدیده یا همون شیر مادر به ودیعه نهاده. ببینین یه سری فواید برای نوزادمون داره شیر مادر، یه سری فواید برای مادر داره. وقتی ما همه این فواید رو کنار هم میذاریم بعد به این نتیجه میرسیم که نباید اصلا مادر در نوزادی رو که تازه متولد شده از این نعمت صرفا به خاطر یه کرونایی که ممکنه ابتدا تا آخرش 2 هفته بیشتر طول نکشه بخوایم نوزادمون رو محروم بکنیم. بله. می‌دونیم که
از همون لحظه اول که شیر مادر ترشح میشه، حالا اسمش رو هم میذاریم آغوز، اون قسمت چند روز اول رو سرشار از آنتیبادی های خاصیه که واقعا سلامتی جنین نوزاد ما رو تضمین میکنه. بگم تا ماها، حتی بگیم که اینقدر ارزش داره که ما این سلامتی تضمین شده اثراتش رو تا سالهای سال بعد داریم میبینیم. آنتیبادی ها هست مخصوصا از نوع IgA که این میاد اصلا روی دیواره روده رو میپوشونه، سیستم دستگاه گوارش رو میپوشونه و یعنی نوزاد ما از ناراحتی های گوارشی آینده مخصوصا مشکل بزرگی به اسم اسهال استفراغ در امان خواهد موند تا درصد زیادی. و یه سری آنتیبادی های دیگه هم از طریق همین شیر مادر داره به جنین و نوزاد ما منتقل میشه که واقعا همشون بسیار بسیار با ارزشن. غیر از اون ما یک مسائل دیگه هم داریم. به هر حال ما میدونیم توی هوای سرد، توی هوای گرم نگهداری یه شیر خوش چه معضلات و مشکلاتی داره، چطور ممکنه آلوده بشه، در حالی که شیر مادر همیشه استریل تمیز در دسترس به سلام بچه ما خواهد بود. هر ساعتی از شبانه روز که باشه این شیر در اختیارشه، بدون اینکه ما نگران فاسد شدنش باشیم، نگران این باشیم که نکنه آلوده باشه و نوزاد ما خدایی نکرده مخصوصا الان که هوا بسیار گرمه درگیر مسائل گوارشی بشه. یک فایده دیگه هم که هست اینه که به خاطر اون تنظیم خاصی که خداوند قرار داده تو چربیش، تو قندش، درصد اینها انقدر خوب تنظیم شده که نوزادانی که با شیر مادر در واقع تغذیه میکنن معمولا درگیر چاقی، درگیر مشکلات اضافه وزن اینها هیچ وقت نمیشن. همه میدونن بچه هایی که شیر خشک میخورن یه خور توپلتر میشن. بعضی هم دوست دارن میگن که وای این بچه چقدر توپله، بچه همون تا حالا شیر مادر میخورد خوب رشد نکرده بود، در حالی که واقعیت اینه این وزنی که به صورت طبیعی بچه مادر اصلا شیر مادر به دست میاره خیلی ارزشش بیشتر از اون وزن مصنوعی که توسط شیر خشک به دست میاد و بعدها ریسک فشار خون، مشکل دیابت، مشکل نمیدونم مسائل قلبی، اضافه وزن، همه اینها رو ما با شیر مادر تضمین میکنیم. حالا بماند به خاطر اون فرمی که به هر حال سرشیشه داره بعدها بچه ها مشکلات فک دندون. و مشکلات بله فک دندون ها نصفشون باید ارتودنسی بشن، این هزینه های ارتودنسی هم میمونه به گردنشون. و بعد یه بحث عفونت های گوش، بچه ای که با شیر مادر تغذیه میکنه احتمال این که درگیر مشکل گوش بشه خیلی کمتره. این چیزی که ما به عینه میبینیم. ما چه دلیلی داره خانم دکتر؟ چه دلیلی داره؟ ساختاره شیر سینه مادر به صورتیه که بچه باید کامل مک بزنه و خب بافت نرمی هم هست در این حال، ولی بچه باید مک کامل بزنه، هم فکش بسیار قوی میشه برای تغذیه بعدش خیلی خوب میشه، همین که به خاطر اینکه نیست نوک این مجاری شیری بسیار نازکه و کوچیکه شیر یهو نمیره. وقتی شیر یهو میپره توی گلو و حجم زیادی از اینها وارد معده و به اصطلاح حنجره و گلوی بچه میشه، احتمال اینکه بخشیش حتی به اصطلاح ما آسپیره کنه، یعنی که بپره تو ریه‌اش، توی مجاری تنفسیش و همین ارتباطاتی که بین مجاری تنفسی و گوش وجود داره و اون آنتیبادی هایی هم که گفتم از طریق شیر مادر منتقل میشه اصلا جلوی عفونت رو میگیره، همین ارتباط بین گوش و گلو و این مثلا شیر خشکی که راحت از سوراخ‌های درشت درشت داره خارج میشه دیگه، میپره تو گلو، این ریسک عفونت رو برای عفونت‌های گوش رو مخصوصا برای بچه‌ها زیاد میکنه. میدونیم که عفونت گوشی که از معضلات بزرگ بچه‌هاست الان، بله، با توجه به اینکه بعضی وقتا ما شاهد این هستیم که به صورت شیر خشک بعضیا توصیه نشده در واقع استفاده میکنن. یه خوبی دیگه ای هم که داره، حالا سوای مسائل اقتصادیش و همه اینها که ما داریم برای به هر حال
شیر مادر، یه بحثی بحث یبوست بچه هاست. ببینید شیر خوش به خاطر ساختاری که داره در هر صورت یه مقدار یبوست میاره، در هر صورت اکثر بچه ها با شیر خوش این مشکل رو پیدا میکنن. در حالی شیر مادر همون تنظیمی که خدمتون گفتم، چربی و نمیدونم کربوهیدراتش طوری تنظیم شده که بچه ها معمولا یبوست ندارن با شیر مادر. و بعد البته گاهی خود به اشتباه مادرای تصور میکنن، میگن بچه‌مون شیر مادر که صد دفعه تا صبح بیدار میشه، در حالی که شیر خشک رو که بهش میدیم قشنگ سیر میشه تا صبح میخوابه. ببینین هضم اصلا این پروتئین هایی که در شیر خشک وجود داره خیلی سخت و ثقیله. این شیر خشک میمونه رو دل بچه و وقتی رو دل بچه میمونه تا صبح تخلیهش از معده خورده دیرتر صورت میگیره و بچه ظاهرا ساعت بیشتری میخوابه، اما واقعیتش اینه که اون حجم ماده غذایی درستی که باید وارد بدنش بشه به این ترتیب وارد نمیشه. بعدم انواع و اقسام آلرژی ها. ببینید بله من یه وقتایی به بیماران میگم که واقعیتش اینه که ما که نمیدونیم توی این شیر خشک چی وجود داره. اونهایی که تولیدش کردن البته همه سعی میشه استانداردها رعایت بشه، ولی واقعا چی توی اینها وجود داره، چه چیزهایی. این که فردا بچه‌مون به اون شیر میدونیم بیس شیر خشک از شیر گاو هستش دیگه، حالا بعضی ها رو فهم کنه، ولی این ممکنه بچه ما هزار جور آلرژی به این پیدا کنه، یعنی آلرژی های پوستی، آلرژی های غذایی، و همه اینها میتونه بعدها مخصوصا توی بحث آسم، تو بحث مشکلات گوارشی و همه اینهایی که ما خودمون بیشتر به هر حکی مادر بوده و بچه بزرگ کرده این گرفتاری ها رو میدونه و میدونه که اینها چقدر میتونه عذاب آور باشه و مشکل ساز، و شیر مادر همه اینها رو میتونه پوشش بده و درصد این مشکلات رو کم بکنه. تازه برای مادر هم مفیده. ببینید ما گاهی اوقات حتی اون مادری که بلافاصله بعد از زایمان رحمش خوب جمع نمیشه، میگیم بچهشو بیار شیر بخوره که رحم زودتر جمع بشه. حتی اضافه وزنی که در دوره بارداری پیش آمده، اگر یه مادری شیر بده خیلی زودتر برمیگرده سر جاش. البته بعضی خانواده های اشتباه هایی میکنن، فکر میکنن چون شیر میدن پس باید یه عالمه غذا بخورن، اصلا کنترلی نداشته باشن بیشتر چاق میشن، اونا رو میذاریم کنارها. ولی به جز اون واقعیت اینه که مادری که شیر میده فکر کنید شیردهی خودش 500 کالری انرژی احتیاج داره، اگه یک رژیم مناسب داشته باشه این مادر خیلی زودتر به وضعیت وزن اولیه و با ثبات و تناسب اندام اولیه خودش برمیگرده. حالا بماند اثرات روحی روانی داره، بچه‌ای که شیر مادر میخوره تماس پوستی بهتری با مادرش داره و برای هم خود بچه هم مادر. ببینید مادرها خودشون نیاز دارند به اینکه بچه‌شون رو شیر بدن، این یه واقعیتیه. و این ارتباط فیزیکی، این ارتباط پوستی که وجود داره بین مادر و نوزادش، اون هم از طریق شیردهی، یکی از این زیباترین لحظات خلقت رو میسازه. واقعیت دکتر اگر واقعا این واقعیت وجود نداشت، پزشکان و متخصصین نمیگفتن که بلا فاصله حتی توی اتاق عمل کودک رو بیارید در بغل مادر. دقیقا مثلا ارتباط پوستی بسیار تاکید میشه، حتی تو اتاق عملی که مادر داره جراحی میشه، از این بر داره جراحی میشه، از اون طرف بچه رو میذاریم رو سینه مادر که شیردهی شروع بشه، اون ارتباط پوستی شه. و برای روح و روان اساس تحقیقا ثابت کرده شیر مادر میخوره بعد فردا از زندگی و استراب مشکلات کمتری دارن، و همینطور مادرهایی که شیر کامل میدن از نظر افسردگی بعد از زایمان هم مشکلات کمتری خواهند داشت. کمتری دارن. بله خان دکتر، شیر کامل منظورتون دو ساله؟ دو سال قانونی داریم تا 6 ماه کامل، تا
6 ماه بله بهی مغز از شیر مادر، یعنی بله. حتی آبغند و چیزایی هم که میدن به هیچ وجه توصیه نمیشه. بله 6 ماه تا 1 سال اول بچه شیر مادر میخوره، بعد به تدریج غذای کمکی بهش اضافه میکنیم. درست. این شد تا 1 سالگی. بعد از 1 سالگی دیگه میایم غذای سفره رو اولویت میذاریم، اما همچنان بعد از اینکه غذای سفره رو بچه خورد و از نظر اون مواد غذایی لازم بهش رسید، حالا به خاطر اون ارتباطات روانی، ارتباطات معنوی، اون نیازمندی هایی که کودک داره، بین 1 سال تا 2 سالگی هم بعد از غذای سفره شیر مادر میخوره. بسیار خوب. پس تا 6 ماهگی دیگه کامل به طور جدی واقعا باید مادران شیر بدن و هیچ مخصوصاً شیر به این شبانه هیچی لازم نیست، به هیچ وجه احتیاجی نیستش. بسیار خوب. حالا ما درسته که به بزرگترها و به سالمندان احترام ویژه میذاریم، اما گاهی اوقات مثلا سالمندان میگن که حالا عیبی نداره، بچه ممکنه تشنه باشه، مثلا ترنجبین بدن به خاطر دل دردش یا مشکل چیزای دیگه. اما به نظرم ضمن این که احترام بزرگترها و سالمندان رو رعایت میکنیم، واقعا دستورات پزشک متخصص رو اجرا کنیم. درسته خانم دکتر؟ کاملا با شما موافق هستم. یه احترامی برای بزرگترها همیشه باید قائل شد. یه چشم کوچولو بگیم ولی بالاخره شیر خودمون کار خودمون رو بکنیم. خب حالا خانم دکتر از خیلی خوب شروع کردیم، یعنی الان راجع به فواید شیر مادر شما توضیح فرمودین، حالا بریم سراغ این که آیا اگر مادری در دوران همگیری کرونا مبتلا به کرونا و بیماری کووید 19 بشه، این از طریق شیردهی میتونه به نوزادش منتقل بشه یا نه؟ بحث کرونا که الان دیگه بحث جهانیه دیگه واقعا مشکل و موزله و روزی نیست متاسفانه که یکی از بیماران تماس نگیره و نگه که ای وای من بیمار شدم حالا چی کار کنم. همه جورش رو داریم، یعنی از باردار داریم که مبتلا هستش متاسفانه، تا خانمی که داره بچه شیر میده، هستن که حالا اون مادر نگران اینه که مادری که باردار نگران اینه که به جنینش منتقل نشه یا عوارضی نداشته باشه، و اون مادری که داره شیر میده همونطور که شما میدونیم دل با پس اینه که نکنه از طریق شیر به نوزادش منتقل بشه، یا حتی بحث این وجود داره که مثلا داروهایی که دارن براشون تجویز میشه و استفاده میکنن آیا میتونن استفاده بکنن و بعد همزمان به بچهشون شیر بدن، یعنی تاثیر در شیرشون نداره یا داره؟ آره، اینو بسیار نگران هستن مادرها، البته حق دارن. ببینین ما میایم دو قسمت میکنیم، من اگه تا اونجا که جا داره اولش بحث شیردهی که اولویت ماست، و اگه فرصت بود در مورد دوره بارداری هم خدمت رو خواهم حتما. ببینین دوره کرونا انشالله برای هر کسی که حالا خدایی ناکرده بیمار میشه فوقش 2 هفته است و اون همه فوایدی. آره 2 هفته ای که درگیری رو ما دل با پسش هستیم، ولی برای اونایی که فرم شدید میگیرن تا 4 هفتهش هم دل با پس هستیم، ولی واقعیت اینه این 2 هفته انشالله به خیر و سلامتی تموم میشه و نمیارزه بچه‌مون رو 2 سال از شیر محروم کنیم. درسته. و به خاطر این 2 هفته بخوایم بچه رو در شرایط تغذیه‌ای قرار بدیم که بعدها عارضه‌ای براش داشته باشه مثل شیر خشک. خب حالا میایم دسته‌بندی میکنیم. واقعا مادرهایی که در حد خفیف مبتلا هستن، میدونیم بالای 90% آدم‌ها کرونا رو به صورت خفیف میگیرن و این افراد قاعدتا مشکل خاصی از نظر شیردهی ندارند، یعنی توان جسمیشون خیلی تحلیل نرفته، مشکل خاصی نیست، شاید داروهای سبکی هم براشون تجویز بشه، میتونن خودشون مایعات زیادی بخورن، اشتهاشون مشکل نداره، تغذیهشون موردی نداره، و چنین مادرهایی قاعدتا دلنگرانی از بابت اینکه نکنه من شیر بدم ضعیف بشم فلان اینها ندارند. از طرفی اصلا مشاهده نشده تو تحقیقات که ویروس کرونا از طریق شیر بخواد به بچه برسه. پس
انتقال پس هیچ تحقیقی تا امروز همچین نکته رو ثابت نکرده. دقیقاً. اما تنفس سر جاشه، انتقال تنفسی بله. همچنان از مادر به جنین سر جاشه. پس چه باید بکنه؟ مادری که مبتلاست یا شک داره یا یکی از اعضای خانواده به هر دلیل درگیرن با ما، ما نگران این مادر هستیم، چه این مادر تازه زایمان کرده باشه، چه 3 ماه 6 ماه حالا هر طور هست، این مادر باید ماسک بزنه. بله. یعنی ببینید از طریق تماس پوستی بچه با مادر انتقالی صورت نمیگیره، ولی دست مادر باید تمیز باشه. باید حتما قبل و بعد از شیردهی دستشو کامل و تمیز بشوره، حتی اگه شده بعضی وقتا از الکل استفاده کنه، آب صابون استفاده کنه، باید تمیز بشورتش. بله. و حتما هم باید ماسک بزنه، حتما. خب مورد بعدی دیگه هم که داریم اینه که ما توی مثلا ممکنه مادر تازه مبتلا شده باشه توی اتاق مثلا توی بیمارستانه، بله. در اون جور جاها ما الان به صورت اون فضایی که ما در واقع تخت کوچولویی که حالا میگیم کات نوزاد، جایی که بچه رو روش میذارن، توی بیمارستانا تدارک دیدن که مثلا یک محفظه پلاستیکی روی دور تا دور تخت بچه میذارن، خب که خیلی همین هوایی که اینها در حال استنشاقش هستن به بچه در واقع ویروس رو منتقل نکنه. همه اینها رو میتونیم ما حالا یک در واقع محفظه پلاستیکی نکنه، خب اینکه بچه خفه بشه و باید هوا جریان داشته باشه، ولی تماس و ارتباط کمتری وجود داشته باشه. پس با ما خانم دکتر در حقیقت ببینید همونطور که ما برای خودمون در اجتماع یا در خانه این فاصله فیزیکی رو رعایت میکنیم و از شیب نامه های بهداشتی استفاده میکنیم، همین نکته در مورد بچه‌ها و نوزادان هم باید اجرا بشه. یعنی من فکر کنم که این نوزاد، من ممکن ناقل باشم، بعد از ماسک، دو تا ماسک استفاده کنم، بچه رو تا اونجایی که میتونم دور از خودم نگه دارم و ضمناً این که به هر حال یک پنجره جایی هم باز باشه. دقیقاً این نکات باید رعایت هوا تردد کنه. دقیقاً نکات کاملا خوبی رو اشاره کردین و بعد از این رعایت این نکات مواظب علائم نوزاد هم در هر صورت باید باشیم. میدونیم که این ویروس دلتا ویروسیه که متاسفانه سرعت سرایتش بسیار بالا زیاده. بله درسته. خب قدیمترها ما اینقدر نگران نبودیم، فقط هم ماسک و اینا رو بسنده میکردیم، اما الان ما مواردی رو داریم که به هر حال منتقل، خطر انتقال وجود داره. خب حتی یه بدی که داره میگن 48 ساعت قبل از اینکه علائم توی بیمار بروز کنه ممکنه اون حالت سرایت پذیری وجود داشته باشه و مادر هم علامت نداره ولی ویروس رو بخواد منتقل کرده باشه به نوزاد. برای همین یکی همین بحث‌های بیقراری زیاد نوزاد هست، خوب شیر نخوردنش هستش، بیحالی نوزاد، اینها مواردیه که باید بهش توجه بشه. پس لزوما اینطوری نیستش که نوزاد یا کودک ما بخواد حتما علائم تنفسی بروز بده یا مثلا درست آدم بزرگ ها آبیزش بینی داشته باشه یا حتما سرفه و عطسه بکنه. نوزاد ممکنه صرفا علائم رو به صورت بیحالی، بد شیر خوردن یا به صورت بیقراری نشون بده. این سه تا نکته رو هم باید حتما مادرها بهش توجه بکنن. البته اگه چه نکات خوبی رو گفتین، شاید مثلا مادر انتظار داشته باشه مثلا بچه عطسه کنه، سرفه کنه یا تب شدید داشته باشه، ولی ممکنه در مورد انتقال ویروس دلتا این علائم دیده نشه. دقیقاً. در هر صورت نوزاد ممکنه علائمش با ما با آدم بزرگان تفاوت‌هایی داره. البته اگه خدای نکرده تب و سرفه و نمی‌دونم علائم تنفسی دیگه مشخصه، ولی این نکات رو هم باید بهش توجه بکنن مادران. بسیار خوب. بسیار خوب. بعضی از داروهایی هم که تجویز میشه اینم خدمتتون بگم، ببینید خیلی وقتا این داروها مشکل خاصی برای مادران نداره، چون اکثرا
داروهایی مثل ویتامین هست، داروهایی مثل ویتامین سی و اینها که خوردنش برای مادر ضرر نداره. آزیترومایسین ممکنه بدن، باز هم برای مادر و جنین هیچ ضرری نداره و برای مادر و نوزاد شیرخوارش ضرری نداره. اکثر این داروهایی که توسط پزشکان متخصص عفونی و داخلی ما تجویز میشن مشکلی برای جنین نوزادمون نخواهد داشت و مادرها با خیال راحت استفاده بکنن، چون اولویت با درمان مادر فعلا. خانم دکتر به آزیترو اشاره کردین، حالا من... اون داروی دو تا داروی اختصاصی مال کووید 19 یعنی فاویپیراویر و رمدسیویر، اونا دوتا هم همینطوره، همین شرایط رو داره؟ ببینید مریض هایی که اصولا فرم خفیف دارند، امین بحثی که الان کردیم، اینا که این داروها رو برشون استفاده نمی کنیم. خب نمیشه. بله، برای فرمای خفیف در حد همین ویتامین و آزیترومایسین و مایعات و سرم درمانی و اینها انجام میدیم. اما اگه بیمار ما فرم شدید داشته باشه که اون بحثش رو اندازش میکنیم، فرم شدید که خب نیاز به بستری در بیمارستان داره قاعدتا، نمیشه نوزاد رو اصلا ببریم توی بیمارستان و درمان هایی که داره انجام میشه. اما حتی در فرم های شدید هم اشاره شده اگر مادر هوشیاره و خودش خوب میخوره، اشتها داره، مشکل صرفا در حد همون مسائل تنفسی خالی هستش و تحت کنترل هست و اکسیژنش موردی نداره، حتی اشاره شده انقدر فواید شیر مادر زیاده که مادر شیر رو بدوشه در شرایط استریل و بده خونه یه نفر به بچه این شیر رو برسونه، شیر رو میشه با قاشق چای خوری به نوزاد به بچه‌مون تحویل بدیم. اینقدر میگم فوایدش زیاده که مادر بدوشه، مگه اینکه واقعا مادر بسیار بدحال باشه. رمدسیویر و فاویپیراویر داروهایی هستن که اگر لازم باشه مادر میتونه استفاده بکنه. واقعیتش اینه که ما 1% هم در نظر بگیریم امکان انتقال وجود داره، این دارو فوقش یه کوچولو به بچهش هم میرسه و بچهش هم تحت درمان قرار میگیره، به این صورت پس جای نگرانی نداره. فقط میگم تو چنین مواردی ما نگران این هستیم که نکنه مادر بدحال باشه و تنفسی منتقل بشه، مسائل و تنفسی بخواد منتقل بشه. اگر دکترش اجازه میده شیر رو حتی بدوشه، بچه‌ که نمیبریم تو بیمارستان، بله بدوشه تحویلش بده، مورد نداره. این نشون میده واقعا اهمیت شیر مادر خانم دکتر عشوری مقدم چقدر زیاده، به خاطر اینکه شما الان از راهکارهای مختلف، من از هر راهی میرم، شما باز شیردهی مادر رو توصیه میکنید، میگید حتی اگر مادر بدحاله و در آی سی یو هست این شیر رو بدوشه، بده یک نفر ببره در منزل و بده به کودک و نوزاد. این رو نشون دهنده اهمیته. میدونی که شیر مادر رو حتی میشه فریز کرد، نگهداری کرد برای بچه و بچه بعدش بتونه بخوره. اینها خانمایی که کارمند هستند، شاغل هستند، از این راه حلا خوب بلدن، میدونن که چی کار باید بکنن و چطور بچه داری بکنن با کمک شیر خود مادر و بچهشون از این نعمت محروم نکنن. خب حالا اینجا پس ما اهمیت شیر مادر رو بررسی کردیم، راهکارهایی که اگر مادر کووید 19 بگیره چگونه به بچه خودش شیر بده. حالا اگر موافق هستید با توجه به تخصص و اطلاعات خوب شما و اینکه به هر حال یکی از اساتید مبرز در حوزه زنان و زایمان و باربری و ناباربری هستید، بریم سراغ دوران بارداری. یعنی من مادر بارداری هستم که در دوران بارداری مبتلا به کووید 19 شدم، این هم برای خیلی از افراد جای سوال داره که آیا فرزند من و جنین من از من میگیره، مبتلا میشه یا خیر؟ بله ببینین ما همه در واقع این دلنگرانی رو دارن، مخصوصا بله. با شداروری که متاسفانه از سالهای قبل از آنفولانزا داشتیم و دیگه بله. مادرهای باردار آنفولانزا رو سختتر و بدتر میگیرن نسبت به آدمهای عادی. خیلی ها دلنگران این هستن که اصلا آیا خانم‌های باردار مستعدتر بله. از آدم‌های عادی هستند نسبت به کووید؟ آیا خانم‌های باردار اگر کووید بگیرند بدتر خواهد بود حال و اوضاع عمومیشون مثل آنفولانزا یا خیر؟ ببینید بله. من انقدر این دلتاشیوش بالاست، انقدر سرعت انتقالش بالاست
که واقعا لازم نیست فرد حامله باشه که مستعد تر باشه، همه مستعدش هستن، همه فقط تنها خوبی و خوشبختی قضیه اینه خانوم های باردار خوشبختانه جوان ترند. ما خانوم باردار 60 ساله که نداریم که، برای همین از اون ریسک سن بالا خارج هستن. درسته؟ درسته. ولی به اندازه همه آدم های جامعه در معرض خطر هستند، مخصوصا توی ماه های آخر، یکی دو ماه آخر، به علت این که اصلا این رحم داره بزرگ میشه، شکم داره بزرگ میشه، فشار میاره به ریه مادر، تا این بالا زیر دیافراگم مادر رو گرفته. همینطوری هم مادری که بارداره ماهای آخر به سختی تنفس میکنه و سیستم تنفسی، سیستم قلبیش همینطوری هم تا حدی تحت فشاره. برای همین توی چنین مادرهایی ممکنه ما عوارض بیشتری ببینیم از کرونا. بعد ما یک اشتباه شایع هم توی کرونا در جامعه وجود داره، یک برداشت اشتباه وجود داره که فکر میکنن چون حامله هستن پس درمان نباید بشن، خطر داره برای جنینشون، متاسفانه دیر میرن به پزشک متخصص عفونی و داخلی و ریه مراجعه میکنن. و ما دیدیم حتی وقتی مثلا توصیه میکنیم بستری بشین، توصیه میکنیم این دارو رو باید بگیرین، اون دارو رو باید بگیرین، بعضی وقتها متاسفانه اشتباهاً پذیرششون کمه برای پذیرش دارو، داروها رو خوب استفاده نمیکنن و متاسفانه درگیر این میشیم که بیمار میاد و با حال عمومی بد. یعنی اگر این مادر باردار دقیق استفاده بکنه داروهاشو، میزان مشکلاتش شاید با آدمای عادی فرقی نکنه، اما این اشتباهو میکنند از ترس اینکه بچه مشکلی براش پیش نیاد، داروشون رو درست استفاده نمیکنن، توصیه ها رو درست، اصلا دکتر نمیرن، میگن که ما میترسیم دارو بهمون بده. میگم عزیز من که شما باید خیلی بیشتر دارو استفاده بکنی. و البته خب ماهای آخر هم که گفتم بدن، اصلا ساختار بدن خانم باردار بسیار پاسخش به این کرونا و درگیری های متاسفانه ریه سخت میشه. و حتی ما برای ماهای آخر مریضی که بالای 34 هفته است، یه وقتای ختم بارداری تصمیم میگیریم به خاطر سلامت موندن مادر. البته زیر اون نه، مریضی 32-34 هفته نشده براش ختم بارداری نمیذاریم، اجازه میدیم که بیمارمون درمانهای معمول رو دریافت بکنه، مگه اینکه واقعا حال بیمارمون خیلی بد بشه. چون حقیقت اینه که مثلا یه مداخله علکی، یک ختم بارداری علکی، مریضی که فرض بگیریم 30 هفته است، حالا هم داره اکسیژن میگیره، دارو میگیره، هیچ مشکلی هم نداره، و اینو علکی بخوایم ببریم مثلا تو اتاق عمل سزارینش بکنیم، حال و اوضاع بیمار ما رو بدتر میکنه. دقیقاً بدتر میکنه. ببینید سزارین خودش یک عمل جراحی سنگینه، حتی خود سزارین این موادی که آزاد میکنه تو بدن میاد کنار موادی که در اثر کرونا آزاد میشه، میاد حال مادر رو بدتر میکنه. قبلا بعضی ها میگفتن زودتر بیم سزارین کنیم ختم بارداری بیم، در حالی که الان تحقیقات نشون داده که اصلا به این صورت نیستش. برای همین ما میایم دسته‌بندی میکنیم، خانومی هستش حالت خفیف تا متوسط داره، میتونه سرپایی درمان بشه، درمان های سرپایی رو دریافت میکنه، باردار هم هست، سن بارداریش کمه، زیر 34 هفته هستش، لازم نیستش که مداخله بکنیم. اگر خدای نکرد شدید باشه میبریمش تو بیمارستان بستری میکنیم، وقتی بستری کردیم به میزان اکسیژن خونش و سچوریشن یا خونش، اون عددی که همه دیگران آشنا شدن باش، بله، عدد سطح اکسیژن خون توجه میکنیم. اگر مشکلی نداشته باشه، اگر روز به روز بدتر نشه و تحت کنترل باشه، هیچ مشکلی نیستش. حتی لازم بشه سی تی اسکن برای مادر انجام میدیم، کافیه یک پوشش سربی از این پیشبندهای سربی که تو مرکز رادیولوژی همه جا هستش روی شکم مادر میذاریم، ولی سی تی اسکن ریش رو اگر لازم بشه و پزشک تشخیص بده
براش انجام میدیم و هیچ مشکلی هم نیست. درصد درگیری ریش مشخص میشه، اکسیژنش مشخص میشه، داروهاشو دریافت کنه. فرم های شدید واقعیتش اینه که در تمام دنیا دارن میگن اگه بیماری خدایی نکرده باردار باشد و فرم های شدید دریافت درگیر بشه به کرونا، به اصطلاح ما میگیم یک کار تیمی باید انجام بشه. یه متخصص نوزادان، یه متخصص زنان، یه متخصص عفونی، یه ریه و یا آی سی یو من باید بیاد و حتما در مورد اون بیمار به صورت اختصاصی تصمیم بگیرن. ولی در مورد بیماری که این فرمای شدید نیست، انشاءالله همشون درمانهاشون رو میگیرن. ما به خاطر همین وضعیت ها هست به مادرای باردار توصیه میکنیم، چون واقعا این مقداری به هر حال دستمون بسته است، تو باردارها محدود هست، توصیه میکنیم باردارها بیش از آدمهای عادی پروتکل ها رو رعایت بکنن، اصلا بیرون نرند مگه اینکه ناچار بشن. تماس با بیرون با افراد دیگه در محیط های پرخطر خیلی خیلی رعایت بکنن. مسافرت ها رو که اصلا توصیه نمی کنیم به چند دلیلی، که بحث خود بارداریشون هست، یکی بحث همین انتقال کرونا هستش. اتفاقا خان دکتر یکی از دوستانمون سوال کرده بودن که اگر مسافرتی واجب باشه برای مادر باردار و جنین، چه نکاتی رو رعایت کنن که مبتلا نشن و این مسافرت هم به هر حال انجام بشه؟ توصیه نمی کنیم. توصیه که اصلا نمی کنیم، مخصوصا الان همه چیز قرمزه، هیچ شهر سالمی نداریم الان برای همین. یعنی اصلا بعضی وقتا بیمارا میگن ما داریم میریم شمال خونه خودمون، هیچ جای دیگه هم نمیریم. میگم خب ببخشید بقیه هم همه از تو خونه خودشون مبتلا شدن. یعنی واقعیتش کسی که همه که نمیرن تو خیابون مبتلا نمیشن، که اکثر الان درگیری های ما خانوادگیه و کافی یه نفر درگیر بشه و همه اعضای خانواده هم با این سرعت سرایت کرونا دلتا همه درگیر خواهند شد. و همین واجب فقط خیلی واجب حساب میشه، یعنی دیگه واقعا چقدر واجب. من که فکر نمی کنم برای خانم باردار اینقدر مورد واجب هم به این مفهوم وجود داشته باشه. یکی از دوستان نوشته اگه 25% ریم درگیر باشه به نظرتون زیاده؟ حالا در مورد خانم باردار احتمالا منظورشون هست. خانم مهناز شیرازی، ضمن اینکه از صحبت های شما و توضیحاتتون هم خیلی تشکر کردم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. ببینید همیشه صرفا بر اساس یه سی تی متخصصا تصمیم نمیگیرن. البته بله، ما هم شاگردی فوق تخصص های ریه و متخصص های عفونی رو میکنیم و بر اساس اون چه که همکارای ما نظر میدند اعلام میکنیم. 25% درصد کمی نیست، اما خیلی هم ترسناک نیست. بیشتر متخصص های ریه و کسایی که کار درمان کرونا رو انجام میدن به نکات دیگری علاوه بر 25% درگیری توجه میکنن. حال عمومی کلی بیمار ما، این که رو به بدتر شدن نباشه، رو به بهبود باشه، این که بیمار ما اشتها داشته باشه، این که بیمار ما سطح اکسیژن خونش چقدر باشه، این که وقتی یه دو قدم راه میره فعالیت در حد دو قدم آیا این باعث میشه افت اکسیژن پیدا بکنه یا نه، اینها هم شرایط مهمی هستن. ما بیمار داریم 50% ریش درگیره ولی با حال عمومی خوب و درمانها رو خوب میپذیره و حال عمومیش خوب میشه و مرخص میشه، اما بیماری هم داریم متاسفانه اولش 15%، سه روز بعد اوضاع احوالش به هم میرسه، 80% ریه درگیر میشه و خدای نکرده مشکلات مورتالیتی یا مرگ و میر داریم. بنابراین 25% جز رو مواردیه که خب درگیری قابل توجهیه ولی خیلی ترسناک نیست و انشاءالله امیدوار هستیم که بدتر نشه و رو به بهبود باشه، این دوره دو هفته یه رو طی کنه و گاه 4 هفته لازمه. ما هی 2 هفته تاکید میکنیم، بیشتر دستبندیای مثلا حالت خفیف رو در نظر میگیریم. بله، لازمه تا 4 هفته هم مراقبت های ویژه ای انجام بشه بشه. حالا دیروز من تو یکی از این اینفوگرافی ها که مرتب در فضاهای مجازی منتشر میشه، با توجه به اینکه خب حالا من خودم هم شبکه سلامت هستم و البته که شاگرد شما ولی دستی بر آتش دارم، نوشته شده بود که الان با توجه به این سوش جدید ویروس کرونا
باید قرنطینه بین 18 تا 21 روز باشه، یعنی 18 تا 21 روز فرد در یک اتاق قرنطینه باشه، به خاطر اینکه این ویروس خیلی میتونه خطرناک باشه. حالا که راجع به قرنطینه هست، من اینم بپرسم که لازم هست در این دوران اگر من مادر شیرده مبتلا شدم، حالا با اون رعایت هایی که شما فرمودید، استفاده از ماسک و فاصله، کودکم رو شیر بدم، بعد این کودک در یک اتاق دیگه جدا قرنطینه باشه، این لازم هست؟ اگر ما به صلاح فرد دیگری در منزل هست و سالم و میتونه مراقبت های این مادر رو کودک رو انجام بده، خیلی هم خوبه. یعنی اگر ما به صلاح کسی رو داشته باشیم و بتونیم این فاصله ها رو کامل رعایت کنیم، ولی این بهانه ای نباشه برای شروع شیر خشک، این بهانه ای نباشه برای اینکه مادر شیرش رو نده. و اگه کسی هست تو خونه سالمه، البته ما تاکید میکنیم همه اعضای خانواده باید، وقتی یه نفر درگیر شد همه باید ماسکو بزنن، گفتم حتی اگه شده مثلا مادر شیرش رو بدوشه بده کسی که بتونه میتونه نگهداری مراقبت کنه از بچه، اون به شیر رو به بچه بده. و تاکید میکنیم مخصوصا که با سرشیشه ندین، بچه به سرشیشه عادت کنه ممکن دیگه سینه مادر رو نمیگیره، دیگه سینه مادر رو نمیگیره. بله. ما میگم با قاشق چای خوری تمیز شستشو توی استفاده این کار انجام بدیم. بنابراین این که ضرورت داشته باشه، این که اگر بچه توی اتاق باشه پس خطر تهدیدش میکنه، به این صورت نیست. اما بهتر اینه که تا حد امکان فاصله احتیاط شرط عقله. احتیاط بشه. خانم دکتر، من به نظرم حتی این رعایت فاصله فیزیکی فقط در محیط بیرون از منزل نیست، به نظرم در بین اهالی یک خانه هم بهتره که فاصله فیزیکی رعایت بشه، یعنی هر کسی جدا روی یک صندلی و یک مبل نشسته باشه، تقریبا از غذا خوردنهای دوره همی کمی بپرهیزیم یا با فاصله سر میز بنشینیم که برهاش خدایی نکرده سرویس بهداشتی ها جدا بشه، به خاطر طرف میره وارد سرویس بهداشتی میشه دستش به دستگیره میخوره و همیشه هم نمیشه تمیز کرد، همیشه برای همین حتی میگن سرویس ها جدا بشه، اتاق جدا بشه، اتاقی باشه که بشه درش رو باز گذاشت، تهویه و به اصطلاح تبادل هوا به خوبی انجام بشه. اینا توصیه هایی هست که مخصوصا ببینید، میگم حتی گفته میشه از 48 ساعت قبل از اینکه علامت بروز بکنه، حتی همون علامت یه آبریزش بینی حالا هر چی بروز بکنه، این ویروس قابل انتقاله. برای همینه که تعداد روزها زیاد شده، برای همینه که میگیم از 14 روز به فرمایش شما تا 21 روز و حتی میگم در فرمایش شاید تا 4 هفته هم ما اون قرنطینه رو داریم اضافه میکنیم، به خاطر اینکه از اینکه علامت بده قابل انتقال خواهد بود و ویروس اون هم بار ویروسی بالا، یعنی قبلا میگفتن اون ویروس قدیمی تر که حالا به عنوان ویروس چینی شناخته میشه، اون ویروس بالاخره هر کی مبتلا میشد مثلا ان تا ویروس دور برای خودش پخش میکرد، حالا این کاملا بار و تعداد این ویروس هایی که با خودش داره حمل میکنه بیمارمون بالاتر رفته و درصد سرایت و واگیریش هم بالاتر. بله. و خان دکتر، یه نکته دیگه هم اینه که آیا واقعا مادری که در دوران بارداریش دچار بیماری کووید 19 شده دیگه خیالش راحت باشه؟ مثلا حالا فکر کنین مادر باردار دچار شد، رعایت ها رو انجام داد، داروها رو مصرف کرد، نوزادش به دنیا اومد، آیا دیگه باز هم نیاز هست که یک سری مراقبت ها رو انجام بده یا اینکه نه دیگه به هر حال خیالش میتونه راحت باشه؟ واقعیت اینه که این ویروس خیلی نشناخته است. ما خیلی مونده تا بدونیم آخر عاقبت این مبتلایان به این ویروس چه خواهد بود. اگر دقت کنین میبینین هر روز داره اطلاعاتی از نقاط مختلف دنیا میرسه، تحقیقات مختلفی داره میشه. میگن مثلا میگن کسایی که یه بار کرونا گرفتن از نظر مثلا مسائل مغزی ماندگاری هایی براشون خواهد داشت، یا میگن مسائل قلبیشون یه چیزایی براشون باقی خواهد ماند، یا
گفته میشه که مثلا این افراد ممکنه که بعضی حتی میگن ممکنه رو آیکیو این افراد هم تأثیری بذاره رو افراد. ببینین البته اینا ثابت شده نیست، نمیخوایم کسی بترسه از این قضیه، ولی واقعیت اینه که این ویروس هنوز خیلی چیزهای ناشناخته داره، هنوز نمیتونیم قطعی بگیم که یکی ویروس رو گرفت و بعدها هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. و حتی در مورد این که درگیر و مبتلا شدن به این ویروس و ولی خب تحقیقات جهانی نشون میده خب درصد کمی از برسیم که بتونیم در این مورد قطعی نظر بدیم. برای همین پیشنهاد من اینه، خانومی که باردار هست انشاءالله اگه آلودگی داره به سرعت و به خوبی و خیر خوشی خوب شه، سالم بشه، آرزی براش نذاره، ریش نمونه، درگیری هیچی نمونه، ولی با این حال نگه من خوب شدم پس دیگه مراقبت ندارم، پس دیگه ماسکم نیست، پس دیگه میتونم با خیال راحت مسافرتم و جایی دیگه برم. هم برای نوزاد خودش مراقب باشه، هم مادر خونه است، برای دونه دونه فرزندان و افراد و اعضای دیگه بله. و خودش مراقبت‌هاش رو رعایت بکنه. شاید خانم دکتر بشه اینو گفت که مثلا پادتن هایی که در شیر مادر هست و شما اول صحبتتون به خوبی درباره فواید شیر مادر صحبت کردید، یه پاداشی باشه برای مادر در برابر محافظت از جنین و کودک و نوزادش در برابر ویروس کرونا. درست میتونیم بگیم این رو یا نه؟ صداتون قطع شد خانم آدابی نازنین، من متوجه سوال نشدم. عرض کردم که شاید با توجه به توضیحاتی که شما در اول وبینار فرمودین راجع به اهمیت شیر مادر، بشه گفت که این پادتنهای موجود در شیر مادر به نوعی بهترین ماده هستند برای محافظت هم مادر و هم نوزاد در برابر ویروس کرونا، چون گفتین سرشار از پادتن و آنتی اکسیدانه. دقیقاً حتی بعضی این تئوری رو هم مطرح کردن، حتی در مورد کرونایی که از طریق تنفس داره منتقل میشه گفتن که این پادتنها ممکنه منتقل هم بشه. و این که تنها یک مورد هست، انقدر داریم چیزهایی که از طریق مادر و شیر مادر منتقل میشه که تازه این کرونای فقط یک مورد تو این وسط. یه نکته ای هم که حالا میان این صحبتی که کردین بحث انتقال، خیلی ها نگران این هستند که آیا مادر باردار این رو به جنین خودش از طریق خون، حالا اون جفت انسانی، اینها منتقل میکنه یا خیر. بله. همونجا بله. که این بحثش پیش آمد من اینو خدمتتون بگم. ببینین یه سری مطالعات شده و دیدند که جفت توش ممکنه ویروس دیده بشه. خب مثلا چند تا خانم باردار رو چک کردن، دیدن اون ویروسه ممکنه تو جفتشون هم دیده بشه، ولی واقعیت اینه که انتقال مستقیم از طریق جفت و خون به جنین مشاهده نشده. بیشترین انتقال از همین طریق تنفس، هوایی که استنشاق میکنه، بچه موقع تولد میگیره. خب و در زمان تولده که از استنشاق هوایی که داره عموما ما این انتظار رو داریم که درگیری کرونا براش پیدا بکنه، پیدا بشه. و حتی برای همینه میگیم مثلا ما یه سری ویروس ها داریم که میگیم از طریق خون مادر منتقل میشه به جنین، مثل ویروس هپاتیت یا ایدز، و برای اونها تصمیم میگیریم که سزارین انجام بدیم که احتمال انتقال رو کم بکنیم. ولی در مورد کرونا چون از طریق مادر و از طریق جفت به جنین منتقل نمیشه، پس سزارین به صلاح بیشتر برای جنین نخواهد بود. نخواهد بود. خانم دکتر آخرین سوال با توجه به اینکه میدونم گرفتارین در بیمارستان، آخرین سوال اینه که آیا مادر مبتلا به کووید 19 مادر شیرده
یا مادر باردار، حالا بیشتر راجع به شیردهی داریم صحبت میکنیم، نیاز به تغذیه و رژیم غذایی خاصی هم داره؟ اصلا شما بگین که از یک مواد غذایی بیشتر استفاده بکنی بهتره. ببینید ما یه سری چیزای کلی رو برای همه آدمایی که کرونا مبتلا میشن داریم. مایعات فراوان، رژیم غذایی سالم، بله، کالری مناسب داشته باشه، بله، سرشار از ویتامین سی و دی و روی باشه. ایش بله برای همه خانم های باردار تو، برای همه اصلا جمعیت جامعه، اونایی که درگیر کرونا میشن ما اینو توصیه میکنیم، بلعکس برای خانمی که شیر میده. و حتی خانمی که شیر میده و کرونا داره، چون ممکنه تب داشته باشه و یه مقداری از آب بدنش هم از دست بره، از این برم داره شیر میده، بنابراین مایعاتو یه ذره بیشتر، یه ذره با وسواس بیشتر توصیه میکنیم که مادر مایعات دریافتی خودشو بیشتر از حد معمول تنظیم کنه که کم نیاره این وسط. حالا خوردن ویتامین سی و ویتامین ای و ویتامین دی هم که دیگه توصیه میکنیم، توصیه میکنیم. حتما میدونین که همه این ویتامین ها فرم طبیعیش خیلی خیلی بهتره، جذب بهتری داره. الان تو این فصلی هستیم که همه جور میوه سرشار از ویتامین سی داریم، ولی خب یه وقتایی هم با تجویز پزشک ممکنه که نیاز بشه که ویتامین سی خوراکی و به صورت مکمل، یا حتی ویتامین دی رو که مکملش رو حتما تجویز میکنن همکارای ما، اون فرق میکنه، دریافتش یه خود متفاوته با مواد غذایی دیگه، ولی ویتامین سی رو توصیه میکنیم که اول به صورت طبیعی و اگر لازم شد اضافی هم استفاده بکنم. بله، متشکرم خانم دکتر. وبینار بسیار خوبی بود، خیلی ممنونم دعوت ما رو قبول کردید. من خدمت دوستانی که همراه ما بودن بگم که یعنی ما واقعا خانم دکتر رو سخت گیر میاریم، حتی تو رادیو سلامت سخت میتونیم پیداشون کنیم، اما خوشبختانه امروز به خاطر اینکه من خودم هم ارادت دارم بهشون و یک دوست بسیار خوبم برای من هستن، ضمن اینکه استاد منم هستن، تونستیم که در خدمتشون باشیم در این وبینار. خانم دکتر جمله طلایی پایانی شما؟ زیباترین قسمت خلقت در آفرینش یک موجود زنده به اسم کودک که خاتمه در واقع اون زحمت‌های 9 ماهه مادره، اون لحظه شیر خوردن بچه است. یعنی آدم کیف میکنه اون قسمت آخر، یه بچه سالم داره به خوبی و با سلامت شیر میخوره. اینو به این راحتی ها از بچه هامون دریغ نکنیم. با یه تنبلی کوچولو یا وسواس و اینها شیر خشک و فوری تو دهن بچه نکنیم. اون بذاریم خلقت راه خودشو بره و اون زیبایی اون لحظه رو ما ببینیم. خیلی متشکرم. پس 1 شیر مادر، 2 شیر مادر، 3 هم شیر مادر. دقیقاً دقیقاً. تغذیه با شیر مادر. خیلی متشکرم خانم دکتر. ازتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که همیشه سالم باشید. من هم آرزوی سلامتی، شادی برای شما دوست عزیزم و همه عزیزانی که الان تو این وبینار شرکت داشتن دارم. ممنونم. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. خب وبینار امروز هم تمام شد. خیلی متشکرم از خانم دکتر عشوری مقدم، استاد گرانقدر، و امیدوارم که شما هم از این وبینار استفاده لازم رو برده باشید. شاید در بین شما دوستان خیلی ها مادر باردار باشن، مادر شیرده باشن، یا تصمیم به بارداری داشته باشن، که به هر حال این وبینارها میتونه بهشون کمک کنه. از خانم آقای انتظاری و همچنین دوستان دیگه که خیلی به ما انرژی مثبت دادن هم ممنونم، مهناز شیرازی عزیز و سایر دوستان، از خانم باقی و سرکار خانم رسام هم به خاطر برگزاری این وبینارها تشکر میکنم. به هر حال یک هفته، حالا من کمتر، ولی خب خانم باقی و خانم رسام خیلی زحمت میکشن، منم سعی میکنم که باشون هماهنگ باشم تا بتونیم وبینارهای خوبی رو برای شما دوستان عزیز برگزار کنیم. ضمن اینکه آرزوی سلامت دارم برای همه شما، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.